خودت از اول تو نصف در... کار میرفتیم ازم دوباره برمیگشتیم دو و دوباره سر اون میز آه. من الان بگم خیلی راحت و رک و پوسکنده ما یه مثلا یه هفتش دقیقه خوبی صحبت کردیم و فهمیدیم که این دوربین دوربین ما مثل اینکه که رکورد نمیکرد الان اون اینو الان داره رکورد دا、دا. میکنه آره اونم داره رکورد میکنه را 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 این ورم هست اینم زومه و الان دوباره دو مجبوریم که از اول بریم و تو این نمت... هشت دقیقه آینده ما میخوایم فیلم بازی کنیم هر فیلمه. فیلمه داره اتفاق و اینکه که میخوایم نشون بدیم که بازیگر خوبی بازیگر خوبی هستیم خب چه خبر هفته چه خبر تو خوبی؟ همه چی خوب؟ خدا من بگم براتون از سیستم بانکی میخوام براتون بگم آقا دهن هست بس این ولی بگیم دیگه که واقعا داریم بگیم چون واقعا داریم میخوایم واسه شنمند ها توضیح بدیم که این تیکه کار چیه چجوریه باشم میخوانم چون اون روز میگن کریستلیا نمیدونم به اون یکی فوش داده بود نه بابا. نه <applause> موضوع اینه <applause> که یکی برای ما کامنت گذاشته بود که الان من موقعی که پادکست رو بقیه معرفی میکنم این رو که میشنون به خاطر که برای بار اول و شما رو نمیشنستن خیلی شاید زده بشن آره واقعیتش اینه که ما دوست داریم که برید از اول گوش کنید خب یعنی 300 تا اپیزود رو برید از اول گوش کنید <applause> که ما رو بشناسید چون ما خب تو طول این پادکست خیلی عوض شدیم ولی چی میخوایم بگیم سوال من اینه واقعا چی دوست داری الان گفته بشه این فقط سابسکرایب کنید مهم نیست ما فقط سابسکرایب یعنی اصلا هیچ چی دیگه مهم نیست آره اون زنگولرم بزنید یه کامنت هم بزنید نه من چیز خاصی تو ذهن نمیم همینی که هست و توضیح بدیم ما چند دقیقه اول پادکست یعنی قبل اینکه موضوع اصلی مطرح بشه اون شخص صحبت بکنه در اینکه گرم بشیم در مورد هفته مو آره. توضیح میدیم اتفاق جالبه که برام افتاده باشه ناراحت کننده ای مشکلی که داشتیم رو توضیح میدیم دور همی صحبت میکنیم تا از ذره گرم بشیم و بریم سمت موضوع اصلی اپیزودمون چارچوب خاصی هم واقعا این قسمت نداره دیگه خیلی. واقعا صفره اصلا دیمیم. یه مدت چه رکورد نمی کردیم اینقدر چارچوب نداره <laughs> <laughs> اینقدر بدونه چارچوبه <laughs> ما توی اپیزود در سیستم بانکی میگم یه چیزی که الان اتفاق میفته شاید تو بتونین ریلیت بکنی نمیدونم برات اتفاق میفته یا الان که موهای من بلند شده خب من موهامو که اپوش میبندم مثلا یه ازمم جذب <applause> نمیدونم چرا دقتت بالا اصلا انگار این اصلا میخوام یه کاری بکنم باید مواره ببندم نمیدونم حالا با بانوانی مثل... که اصلا کسایی که موی بلندی دارن از آقایون میخوام این احساس احساسو با من شریک هستن نه تو مثلا قبلا میبستی احس... عوض میشد یا برات اینترویو که خب ندیم فقط مثال بزنم من نمیدونم من احساس موقعی که راحت تره وقتی بسته سری یه کار جدی انجام بدم باید موهارو اول ببندم بعد بشینم پایان کارم مثلا میخواستم برم جیم موهارو رو بستم و بعد رفتم جیم سیس. مثل خانومه مثل کارگاهی تو مانی هایست چگاه میکرد؟ میشست مثلا میخواست مذاکره بکنه اینه موهاشو میبست یه مدادم میکرد میزد توش بین موهاش آره تحصیل بذاره فکر کنم خیلی باحاله الان یه چوسه سواده او فقط یه انقدر میره اون تو خوشم به ایما میگفتم من تا حالا موهام اینقدر بلند نبوده که بخوام ببندمش هیچ موقع این تجربه رو ندارد. خیلی سخته خدا <applause> یعنی رسوندنش به اونجایی که بتونی ببندیش سخت ترینه حالا باز برای کارو متفاوت بود چون تو دور تو کوتاه می‌کردی آخه می اون... تمیز نگهش داری آره سخته <applause> من نه ببین ای من واقعا یه عادت شبیه هملسا می‌شدم من توی تابستون کلا می‌ذاشتم سرم کلاه پشمی <applause> به خاطر اینکه سرمو نبینن آره، آره، تو ایمان پوست چربه یا خشکه <تصفح> چی دوست داری؟ <تصفح> <تصفح> نه میخوام آخه من خودم چون چربه موام که میشه چی <تصفح> نه چربه حالا زی جالب بهتون میگم من چند پیش رفتم یه آرایشگاه که در پیرایشگر بود یه آقایی رفتم و این آقای خارجی بود حالا نمیدونم کجایی بود دقیقا بهش میخورد آسیایی باشه آسیایی فکرم دورگه مثلا آسیایی سفید پوست بود بعد برگشت چیز کرد گفتش که تو به خاطر جنس حالا پوستی که داری توی سرت و خیلی چربه من بهت پیشاد نمی کنم که هر دفعه که میری هموم شامپو بزنی بله, بله. می گفتش که مثلا مثلا در هفته دو بار فقط سرتو بشور برو اون تو مثلا آب بش بزن میتونی کاندیشنر هم بهش بزنی ولی نشورش موتو به خاطر اینکه خیلی وز میشه اصلا خیلی حالت عجیبی میگیره میگفتش که اصلا همین چربی که توی سر تو هست به موت حالت میده میگفت آره اون این کثیف مثلا میاد. میری حمام مثلا بدن تو بشور موهاتم آب بزن کاندیشنر هم میتونی بزنی ولی مثلا با شامپو نشورش خیلی جالب بود این اه... یارو اصلا کلا یه سیس دیگه ای داشت نسبت به مو مونشنم. آره مثلا میگفتش که موتو با مثلا پیرن خوش کن این همون, این همون داره. داره. تیشرت همون آره با تیشرت خوش کن و اینا و خب با حاله این و این مدت که گرم شده بود ببین من میرفتم همون می من روزی مثلا سه بار میرفتم همون به خاطر گرما اذیت میشدم تو که خونت خونکی که خیلی گرم میشد برای من به لایکینگ من نبود لایکینگ با من میذارم تو 19 درجه اینجا رو شما خوب. که نیستین <applause> بازم با 19 درجه نه اخو موقع مثلا فوقش میرسید به 24 25 خ... بیرون که گرم میشه اصلا به اون ایمیل زدن دیگه دی دیگه مارم. میگن که اگر که گرمایش خونتون سرمایش خونتون مثل قبل کار نمیکنه به خاطر گرمای بیرونه اون نسبت به درجه بیرون میتونه تو رو خنک کنه چیز مثل اینکه خیلی کامپلین کرده بودن گفت چرا اینجا خنک نمیشه بود دیگه فیزیک دیگه هر چی بیرون گمتر باشه اینجا هم گمتر میشه موام مو فر میشد فرا وز میکرد اینطوری خیلی عجیب بود خیافه عجیبی بودم داشته بود آره، ولی من دوست دارم احساس میکنم یه سیس خوبی داده همیشه میدینی که گفتم همش دنبال, دنبال سیس هم زندگی آره. شما چه خبر؟ هوای گرم, هوای گرم. هوای. از هوای گرم بگم بگویزم ما پختیم این هفته خدا شد. کباب شدیم خدا شد. فوش میدادم من این من بیلیت میفروختم برای خانواده آره شبی 100 دلار من اینجا بخوام اینجا خیاری میخوام واقعا آره چه خوب درست خیرت رسید 100 دلار گرفتم با شام خوب باجا نه نه شام یعنی می آوردن ها می آوردن اوف یعنی چی بد اند breakfast اونا آره نه breakfast هم نداریم بد بد نه زمین خیاری فلور آره فلور ولی کلد فلور ما خونه از این چیزا در کولره شما نداره کولر مرکزی اینا باید با باد بزن و اینا خودمون رو سرد کنیم بعد من یک کولر متحرک دارم از این پورت بلا خنده میگیره چون این دوباره میگیم تا اینجا گفته بودی بقیهش نوه خب آره آره اه... که این باید شما کوله رو که داخل خونه است با یه حوز با یه لوله, لوله. آره داشتم میگفتم <تصفح> حوز تو گیره آتایو. نه نه میگم من میخوام خاطره این, این لوله باید بیاره هوای داغ رو هدایت کنه به بیرون بعد درم از این درهای ریلیه باید یه, پ... یه سه تا پنل رو هم سوار میشه این لوله از این پنل میخوره تو این پنله و لوله چند سانته؟ لوله قدشش بخوشش... ده سانته که چجوری دسته. دسته. بعد این خب فیت کامل نمیشه دیگه یه سری روزنه هست یه راه فرار هست که هوای داغ بیرون چون فشار متفاوت فشار داخل خونه پایین از فشار بیرونه این هوا بیرونه خیلی عجیب غریب این انگار سه گرفتن و نمیتونی پسش بر بیا یعنی کولر پس بر نمیاد و توی خونه گرمتر میشه یعنی اگه کولر کار نکنه واقعا نتیجه آره، آره. آره. آیق نباشه گرم خلق. خیلی گرم بس در یخچال باز بذاری آره. گرم میشه بعد من رفتم دنبال اینکه این که این دور اینجا رو آیق بکنم یعنی از این فوم ها بگیرم و اینا فوم نبود کاملا طبیعیه فومی که همیشه بوده اصلا کی فوم نیاز داره که دور درش رو بگیره فوم نبود من تا مثلا سی کیلومتر رفتم تا سمت لنگلینا که فوم پیدا کنم پیدا کردی؟ بله پیدا کردی بسرمت فوم گرفتم آمدن و بازم کار ندارم فوش بعد دیگه یکی از این روزا به ایمان الفوش و التفش و لیسا من الاسلام حواست باشه بعد با. من من بگم بفهم من حالا کولر نداشتم ولی اینجوری اصلا تلاش و اینام نکردم خیلی میدونستم پیدا نمیشه یه چیزی سفارش شدم ان تا زمستون سفارش دادم بعد گفتن که خب مثلا اوردر گرفتیم و هر موقع که بفرستیمش مثلا به ایمیل میزنیم و فرداش ایمیل اومده که وارانتیت اکتیو شد <تصفح> هنوز من ایمیل شیپمنت رو نگرفتم وارانتی یه دستگاهی که نمیدونم کجاست رو شروع کردن پنکست کولره از این چیزاست پنکی کولریا آره گردا دایسون آره, آره بعد آره بعد دوشنبه دوشنبه سه شنبه لخت نشسته داشم کار میکردم حالا ما میتینگ نداشتی؟ همین رفتم تو میتینگ چقدر لخت؟ دوربینم بس بالا تنه لخت دوربینم بسته بود بعد یه ذره نشستم معذب شدم گفتم یه دست من یه لحظه بخوره آبرو رو یه چی رفتم تیشرت بشم چه خیس شد کامل میتینگ تمام شد انداختم دور خدا شکر خدا شکر لخت ولی تو, الاز... تو نتونستی کاری بکنی برای نه خدا شکر دیگه هوا بهتر شد کولر الان میتونه پس الان الان خوبه الان میتونه الان از پنجره رو با خونه سرد میشه نه چرا صبح بذار ببین <تصفح> تو چی تو هفته تو... بگم, بگم. بگم. یا بعد نهش. چیز بگیم بگو اگه میخوای بگی من این کمپانی که باش اینترنت داریم خونه یه اشتباهی کرد بهم زنگ زد یعنی من سر کار بودم اصلا و کار جدید و اینا خیلی فوکس نه سر کار رو گوشیم زنگ خورد گفت ما از فلان کمپانی و میخوایم سرویس سرویست خوبه مثلا مشکل نداری تو اینترنت و اینا بعد من گفتم چرا اتفاقا نه زنگ زده بود یه آفری بهم بده مثلا تل... تلویزیون اضافه کنن به اینترنت هم که تلویزیونم داشته باشم و این چیزا گفتم نه حالا که تو زنگ زدی کارو گذاشتم که نه گفتم من حرف دارم و اینا من راضی نیستم از اینترنتم و نسبت به بقیه دوستم که تو همین مجموعه هستن نسبت به اون ولی که میدم به سرعتی که میگیرم اون بقیه بچه ها دارن به سرعت بیشتری میگیرن با اون پولی که میدن و اینا بعد گفت خب ما مثل فران کار رو میکنیم این کارو میکنیم، میکنیم میگفتم نه نه همینطور آفرای مختلف میداد دیگه یه جای رسید من سکوت کردم چون خودم هم نمیدونستم چی میخوام خودم مثلا نمیدونست چه خیلی قوی خودم نمیدونستم خواست مثلا دلار بده راضی خودم نمیدونستم پول آخه مشکل تا نداشتیم چرا دروغ نمیدونستم پول کمتری میخوام بدم اینترنت بهتری میخوام چه مرزه با هم برای همین نمیتونستم بگم سکوت میکرد روش نمیشده اون منتظر میشه اون آفر بده اون سکوت منو به این تاکتیک این چیز ترجمه میکرد که من ناراضیم و عصبانیم فکر کنم اینطوری میکرد خیلی ناراحت شده بود گفت بذار من هولد میذارم رو هولد و اینا من اینترنت 150 داشتم مگابایت پر سکند بعد رفت بعد پنج دقیقه اومد گفت ببین من اینترنت یک گیگ میگن با همین پرایسی که داری میگی با یو هفش برابر من هم اصلا حالا ذوق نکردم خودم کنترل کردم گفتم ببین اوکی ولی حالا من قبول نمی کنم میخوام روش فکر کنم برزای وقاحت کجا کش پیدا کرد بعد چیز شد اومدم به فرهاد گفتم فرهاد گفت با سر اینو بگیر و مثلا این خیلی خوبه او اینا گفتم باشه زن زن باید هم هشتا پنج دو دار میدن با وقتش الان کارتو درست میکنم اوکی میکنم رفیق بعد زن زدن به چقدر چقدر مدیگی؟ پنجا دولار با تلاس باید باید هفتاد دارم بس بس منم نگفتن بس تو ها در ارزون بعد, بعد من زنگ زن زدم که دیگه اینو اکسپت کنم به اون گفتم که نوت بذار روی اکانت من که این آفر رو به ما بدن زنگ میزنیم بعد اون بنده خدایی که هر خودش باورش نمیشد همکارش یه همچی آفری داده یعنی آه میکشید و اینو گفت این چه جوری این کارو کرد و مشخص بود خودش هم همچین پلنی نداره <applause> <applause> بعد من پرو اون لحظه گفتم ببین حالا این آفر رو که من دارم ولی تو بیا یه آفر دیگه بده یه کمی اینترنتو کم کن حالا یکی تا بده ولی اون وقت دلاریش هم کم کن از بچه جوری با اینا بازی کرده یارو اینا دو دست سر خودش یارو میگفت چی داری میگفت اصلا را میگفت ما بدترین اینترنتمون الان این قیمت نیست من چی دیگه به تو بدم گفتم باشه دیگه قبولش میکنم یه تلویزیون بده پلاسما تو خودم. خودم این برد حالا یعنی 50 دلار شما یه گیگ کمتر شده نه نه یه سا روش نمیشه بعدم چه شرکتی تلاس تلاص. مشکل تلاصم. خود مودم اونقدر نمیتونست هندل کنه اون سرعت اومدم یه مودم, عجیب غریبی اینستال کردم برام اینقدر و بوستر داره تو خودشو فکر کنم الان اینترنت بگیرم میکنم. از اینجا خ... از خونم آنها این بود اتفاقات کاری <applause> که با این شیاد بازی هفته ای منم یه دیل اینترنتی گرفتم ولی اصلا قابل عرض نیست دیگه اصلا که چه <applause> برادرها رقابت من ایمانم هم که همه چیه با ماکسیم بول پرایس ترین <applause> توی نورت امریکا من هم ایمان فرپرایس تو هم داری من به ایمان رفتم جلو گفتم رفیقم اینجاست داره یکی میگیره اول نمیتونم چند میده الان فهمیدم هشت دو ولی از از پس تلاس به ما رسید دیگه رسید همین I کریو mean, رس. اون که فرهاد رسید چون نصف شد شو... دیگه برای همه نش... دو دلار ماهی شد یه دلار راضی باشید راضیم ام دیگه نق نمیزنم خب بریم بریم سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرهاد و فرزان و مامان سلام سلام جونم براتون بگه که ما برگشتیم با اپیزود 296 تا ببین واح. دو هفته دیگه دنبالتم 300 و اینکه نمیدونم ما هنوز تصمیم گرفتیم که کی میخوایم این سیزن رو تمام کنیم دو بیستا دیگه رو بیست 37 اصلا مشكله 37 هم داری. سی خیلی داریم 16 میگه انگار این هفته 14 همه انرژیش خوبه که داریم ضبط میکنیم شوارده. شوارده. یه ماه خورده دیگه جونم براتون بگه که برگشتیم با اپیزود جدید دیگه چه خبر خوبید خوشید سلامتی همش آروم مرسی من از دیشب براتون بگم دیشب من استریم داشتم مثل هر شب بعد گفتم یه استریم گفتم که میخوام کوتاه استریم کنم چون که میخوام برم بخوام فردا خود کستر میمونه میخوام انرژی داشته باشم بعد آقا من استریم رو بستم و اینا ساعت دوازه بعد یه مثلا یه یه رو بیست دقیقه نشستم توی همون اتاق مثلا چون هم مسیجی اومده باشه جواب میدم یه کاری باید بکنم و اینا مثلا تغییراتی رو بدم انجام میدم و اینا برش من بخوام. بعدش یودم صداهای خیلی عجیبی داره میاد مثلا از سقف بالا صدای کوبیدن و چه میدونم عوض کردن مثلا جابجا جا کردن وسیله و راه رفتن زیاد و اینا داره میاد چقدر عجیب بعد رفتم تو اتاق خوابیدم بعد دیدم که صدای مثلا یه جیغ اومد بعد صدای مثلا یه راه رفتن زیاد و اینا بعد یه ذره ترسیدم واقعیتش اومدم بیرون نشسته بودم روی سندلیه صندلیه داشتم تویچ نگاه میکردم داشتم کانتنت ها میخوندم برای فردا مثلا ببینم چیزی هست میخوام اضافه از کنم یا نه بعد یه ها دیدم ببین صدای درای عجیب دویدن آدم ها بعد یه جیغ خیلی بلند تو از تو راه بله خواب خب. این آزیم... مسیج زدم گفتم what the fuck is happening جواب نداد من صبح ساعت نوت شده <تصفيق> <تصفيق> این... ب... آخه قشنده سر یعنی يعني... فکر بقلی بچه ها بوده این صداهایی که من دارم میگم بعد ببین دیگه واقعا اون لحظه زبونه زده بود یعنی از ترس نمیدونم که یا امام حسین چون نیست اینجا چیزم بعد سابقه سابقه بعد داره اینجا دو تا آدم گفت این ساختم من گفتم یا امام حسین هیچ دیگه هم زدن زمین نشسته بودم لای پنجره شده بوده آمبولانس نه آمبولانسی بیا آتش شانی بیا پلیسی بیا نشسته بودم اینا بعد هم کم کم شد صدا مثلا رفت آمد بود هی هم میرفتن توی این راه رو پله نمیدونم این راه پله بود هم رفت اومد بود و اینا بعد یه کم شد ولی مطمئنی که از بالا بود نه در درصد بالا بود آره ولی این جیغه ببین جیغی که فقط توی فیلم های ترسناک میشنوی سلام دارن جنگیری میکنن مثلا میخوان شیطان رو که یکی بیارن بیرون یارو هم اتحه نه اتحه گلو جیغ میزنه خیلی ترسناک بود خیلی ترسناک بود کاش میرفته از پشت این چشم جرأتشو نشم گفتم جم باشه میگیره منو گفتم پشت آخه دیدی توی این فیلمای حسین ترسناک با طرف کاری ندارن ولی چون صحنه رو دیده میکشنش گفتم حالا ما ملکی به خاطر یک ثانیه فوزولی حالا من نمیترسم من نمیترسم تو 29 سالگی حالا به خاطر فوزولی ببینیم خیلی خفقه خیته بعد جانشین بود رفتادم توی نگاه میکردم درم قفلی ها نه یه درصد حالا تو که میدیدی ما رو نمی نه اینو نمی بخیر اطلاعات اضافی ندیم شما چه خبرت خوبی خوشی سلامت آره شوارد. بعد نیست من دیروز یه حرکت بسیار زیبا انجام دادم اینقدر خوشحالم که نمیتونم وصف کنم بگو رفتم جیم اه تبریک آقا مبارک بعد از دست راست دست چطوره دست که نزدم ولی باز زدم پون بعد 15 ما اصلا یه حس خیلی عجیبی بود خیلی حال بعد این داستان ماسک و اینا که گفتن میتونید برداری تو جیم خیلی کم ماسک داشتن همه برداشتن قشن آماده بودن که بگم وردارید آره. و همه ورداشته آره. بودن و جیم دقیقا جایی که تو اگه قرار باشه کرونا بگیری تو جیم میگیری انشاءالله آره. آره. بعد کجا دم خونته همون اه... جا قبلیه نه 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 چیز اه... فیتنس ورل ایتا فیتنس همون نشه, نشه. نشه. بله نه این این جدیداش مثل خوبه بعد یه جای خیلی بزرگ عالی خیلی حال کردم خیلی بزرگ بود آدرس بده بیاین خیلی حال کردم خیلی بزرگ بود ای خب پس داری اشغال میکنی خیلی حال کرد خب خیلی خوبه رابطه ای که کارون با جیم داره خیلی ببین قشنگ عاشقانه و... من رابطه که با این آقای مربیم دارم من خیلی عاشقانه است نزدیک خیلی باحاله ببین با موقعی که میری برای توضیح میده که امروز چه اتفاقی قراره بیفته که از از ذهنی عادت کنه گفتش که امروز میخوام برامت تو دی پوینت اف فیلیر خب گفتم که اوکی آقا او سفران اینا ما از اون زدیم و سه تا سه تا چیزه سه تا قسمت تو هر قسمت دوباره سه تا حرکته که هر سه بار انجام میدی او یعنی یه سیرکت آره یه سیرکت سه بار انجامش میدی به میسه که دوم داره سه بار انجام میدی سیرکت. بعد سیرکت سوم که رسیدیم گفتش که آره ببین مثلا فکر کن یه طول جیمه فکر کن از اینجاست مثلا کن تا اون دیواره دو برابر او مثلا دو برابر یا همچین آره بابا هم گفتش که من کش میندازم دورت تو بعد تا اونجا رو بدایی و من یه ذره میدم به با چیزی نیستی یه ثانی هستی من میرم و اینا بعد انداخت و گفت برو رفتم اصلا تکون نمیخوره گفتش که نه نه برو برو گفتش نمیره ببین فشاری که من به خودم آوردم تا رسیدم به اونجا گفت حالا برگرد برگردی نیست من صد در سالمو گذاشتم یعنی تمام اینجا ببین این سه بار با من این کاری کرد یعنی رفتیم برگشتیم دو رفتیم برگشتیم رفتیم برگشتیم و آخرش من اینطوری بودم که ببین I need a minute from you and from everything گفتم <laughs>. سرم داره گیج میره یه لحظه بذار من بشینم گفتش که this is the point of failure که بهت گفتم میخوام ببرم تا اون لبه و قبلش مثلا توضیح میده که باید مثلا فلان غذاها رو بخوری قبل من همیشه اینطوری بودم که آره آدم باید فستد بره با شکم خالی باید بره ورزش بکنه و اینا گفتم بابا اسکوچ فستت میره این کارو میکنه گفت من اصلا فشاری که دارم روی بدن تو میذارم چون که جواب میده تو فستت بیا این کارو بکنی میمیری سه دقیقه بالا میاری ام. گفتش که باید مثلا کاربزایی بخوری که چیزن نچرالن و مثلا این مثل یم میگفتش که یم بزاد. مثل سیب زمینی یم گفتش که خوبیش اینه که یهو ریلیس نمیکنه تمام شوگری که داره رو یواش یواش این کارو میکنه و تو مثلا برای طول ورک مثلا انرژی داری که بخوای کار میگم خیلی ساینس تور داره برخورد میکنه با این قضیه و من خیلی با این موضوع حال میکنم به سلامتی آره من نمیشه خوب پیش بره ان شاء الله آقا بریم سر موضوعمون بفرمایید خدا رو شکر این موضوع که میخوام صحبت کنم در موردش خیلی قاطی پاتی امیدوارم که بتونم به نفع احسن بیانش کنم و به کمک شما معمول, معمول نیاز دارم یک گلگی نسبت به رفتار خودمون و به رفتار بقیه با آدم ها یا مثلا با ما ها و میخوام که توضیح بدم که چرا این رفتار میتونه مخرب و زننده باشه یه سوال ازتون بپرسم آخرین باری که از یه چیزی ناراحت بودین گلگی داشتین احساس بدی نسبت به یه موضوعی داشتین کی بوده و آیا با کسی در صحبت کردین یا نه قبل از ضبط بوده من اعتراض کردم به انگی که فرهاد به من زد <applause> بلکنم نبود خب تو چی؟ من اعتراض آره کردم همین فکر کنم تو هفته پیش نبوده بعد با کسی هم دعوا صحبت کردی خودت فکر کنم گفتم از یه سری آدم ها اینا آها اه ها. تو چی ما ما آره آخه گفتی مشخصا بگم چی بوده نه نه نیاز آره, آره آره. آره بعد میخوام بدم مثلا رفتاری که روش برخورد اون افراد با صحبتی که داشتیم میکردین چی بوده مثلا اینطوری بوده که داشتن گوش کردن خواستن جوابی بهتون بدن یا میکسش بوده فکر میکنم برای تو چطور بود؟ اغلبا ولی خوب بوده هم درد بودیم تو اون قضیه هم دری کردی فرار چجوری با تو وقت خود کردم؟ یعنی چجوری جواب داد؟ سکوت کرد احساس میکنم یادمه جروبست کردیم نه با یه تفت داد خیلی مرتبط نبود به موضوع من میخوام بیشتر در مورد همین طرز برخورد آدما با مشکلات خودشون و دیگران صحبت بکنم وقتی که یه اتفاق بدی تو زندگی انسان میفته ما و ما داریم سعی میکنیم که اون موضوع رو حزم کنیم و باش کنار بیایم این خیلی طبیعیه که در راه حل کردن اون موضوع به خودمون بگیم که خب میتونست بدترم باشه این اتفاقی که افتاده برای اینکه به خودمون دلداری بدیم یا مثلا میتونیم بگیم که حداقل این اتفاقی که برای من افتاده به بعدی اتفاقی که برای مثلا آقای ایکس افتاده نیست او کلا مقایسه درد و احساسات ما آدم ها با بقیه خیلی میتونه اول میتونه اتفاق بیفته مشکلی نداره ولی در اکثر مواقع خیلی کم کمک میکنه به انسان ها این قیاس ها خیلی طبیعی هن. در بعضی موارد خیلی بخش میکنم این قیاس ها خیلی طبیعی هستن و در بعضی موارد خیلی کم هم میتونن کمک بکنن اصلا بعضی وقتها میتونن یه سنگ محکی باشن برای ما انسان ها که ببینیم با بعضی از مشکلات چه میتونیم کنار بیایم مثلا نسبت یه اتفاق بعدی میفته و یه شخص دیگه با اون اتفاق قبلا کنار اومده و شاید ما میتونیم نسبت به اینکه ماها چجوری میتونیم رفتار بکنیم یه سنگ معکی داشته باشیم که خیلی نباید مثلا رفتار عجیبی نشون بدیم توی تصادف اتفاق میفته مثلا با ماشین میزنیم به یکی دیگه ماشین رو تصادف میکنن مثلا نباید بولنشم چاقو بکشم چون که خیلی ها رو دیدم که میتونم متمدنانه با این موضوع کنار بیان اما خب خیلی وقتا هم میتونه به صورت ذهنی آدم ها رو تحت تاثیر قرار بده که و میتونه خیلی مخرب باشه این قیاس ها در اکثر موارد میتونه جلوی رشد شخصیتی آدم رو بگیره اون دلسوزی رو از انسان دور بکنه و اون همزاد پنداری رو با, با افر بقیه افراد جامعه کمترش بکنه چند تا مثال بزنیم که قشنگ جا بیفته مثلا آدم ها بسر... یکی از دلایلش اینه که آدم ها به صورت متفاوت زندگی رو تجربه میکنن انسان ها تو طول زندگیشون تجارب مختلفی به دست میارن کارهای مختلفی انجام میدن که همه اونها یه مکملی میشه و تاثیر میذاره روی احساسات انسان و چگونگی کنار اومدن آدم ها با این احساساتی که براشون به وجود میاد این اتفاقایی که براشون میفته چه خوب چه بد تمام انسان ها شادی رو به یک صورت تجربه نمیکنن همونطور برعکسش تمام انسان ها درد رو به یک صورت تجربه نمیکنن. مثلا اگر ما در غم از دست دادن عزیزی هستیم شاید خودمون رو مقایسه میکنیم با شخص دیگه ای که تجربه مشابه داشته یا حتی بدتر مثلا دو تا از فامیلش از دست داده در آن واحد ولی چیز مهم اینه که بفهمیم و درک کنیم که درد درده و مقایسه درد خودمون با بقیه فقط احساسات خودمون رو سرکوب میکنه مثلا من اگر که یه عزیزی از دست داده باشم و بگم که خب فلانی که مثلا دو نفر از دست داد و خیلی هم مثلا محکم نشسته بود و... گریه هم نمی کرد و اینا منم نباید گریه بکنم دیگه من باید این احساسات احساساتی که الان دارم و قشنگ سرکوبش بکنم و نذارم که اتفاق بیفته و نباید بروزش بدم برای همین فقط سرکوب میکنم اون احساسات رو پس مقایسه درد معمولا به سرکوب احساسات منجر, منجر میشه این تمرکز روی مقایسه هم همیشه میتونه مخرب باشه چون ما میخوایم به خودمون بقبلونیم که از روی دست یه نفر دیگه که یه سری احساسات دیگه و یه سری تجربه دیگه داره کپی بکنیم که چجوری برخورد بکنیم خب مثلا ما فکر میکنیم که یکی حق نداره از چیزی ناراحت باشه چون ما تجربه سختری از اون داشتیم و باش کنار اومدیم مثلا چه میدونم من مثلا آدمی هم که به صورت خیلی سخت تنها اومدم کانادا زندگی کردم روپای خودم وایستادم و باش کنار اومدم و فلان و اینا یه نفر دیگه مثلا با خانوادهش اومده و او من میگم که خب تو, تو که اصلا نباید نق بزنی دیگه تو که بابات اردت پولم داشتین و فلان و اینا ده. ده، ده، یا مثلا احساس میکنیم ده. که حق نداریم احساس تنهایی بکنیم چون فلان دوستمون خانواده دوست تعداد کمتری از ما داره مثلا من اینجا با خانوادم اومدم مثلا چه میدونم دوستای خیلی زیادی دارم تو کل شکلی آدم میشناسم و یه نفر دیگه اومده تنها اومده نه خانوادهش اینجا هستن نه تعداد دوست بالایی داره من حق ندارم احساس تنهایی بکنم به خاطر که اون احساس تنهایی نمیکنه یا مثلا مثال شخصی اینه که آدم جرئت نداره از مشکلاتش بگه چون سری بهش میگن مثلا مشکلات جهان اولی موقعی که مهاجرت میکنه یا مثلا هر وقت یکی توی ایران باش صحبت میکنی و در مورد سختی, سختی های زندگیت میگی همه میخوام میگن که با شما سختی ما رو ندیدین آره میگن یعنی سریع این مقایسه اتفاق میفته که ما خب حالا یه مقدار کمیشو تفتی پیش دیدیم برای شخص خود آدم هم میتونه هم در واقع همین اتفاق بیفته ما وقتی مقایسه میکنیم مشکلاتمون رو با بقیه یه مثبتگرایی سمی بهش دوچار میشیم که فکر میکنیم که احساسات خودمون رو قایم کنیم و سرکوب کنیم چون فکر میکنیم که باید به آینده امیدوار باشیم باید احساسات خودم رو سرکوب بکنم به خاطر اینکه یه کسی دیگه این احساسات رو نداشت و فکر میکنیم که خب من اصلا حق ندارم ناراحت باشم از این قضیه. و امید به آینده چی, چی میشه؟ یعنی؟ میگفتش یه تاکسیک میگفتش که اینطوریه که تو فکر میکنی که چون فلان کس با یه موضوع کنار اومده تو هم امیدواری میتونم. که با این موضوع میتونی آه. کنار بیای خیلی راحت مثلا چون فهمت. فلان کس وقتی یه مشکلی رو داشت این اتفاق برش نیفتاد مثلا اینقدر ناراحت نبود منم میتونم کنار بیام ولی با اینکه اینو در نظر نمیگیریم که اون اصلا ما تمام شخصیت اون طرف رو که ندیدیم که شاید موقعی که جلوی ما بود این مشکل نداشت مم. موقعی که تنها بود شاید ده برابر ما مثلا سختتر بود براش بخوادین با اون موضوعی که هست کنار بیاد یه دیگه که هست میگه که همه لایق کمک هستن این مقایسه یه فشار خیلی عجیبی روی آدما میذاره که خودش سعی کنه با مشکلات خودش کنار بیاد و از کمک گرفتن دوری میکنه حتی میتونه به آدم این حس رو بده که مشکلاتشون اصلا بزرگ نیست و مسخره میشن اگر که بخوان کمک بگیرن از آدما مثلا اگر کسی علائم دپرشن داره ممکنه نره برای گرفتن کمک چون فکر میکنه دلیلی برای ناراحتی نداره من مثلا حقوقم اینقدر خانوادم هستن مثلا بدن سالمی دارم دلیل نداره من دپرس باشم این, ای اگر احساسات خودش رو با بقیه مقایسه کنه و به نظر خودش این باشه که اونا زندگی سختتری داشتن درباره این مقایسه اتفاقی که میفته آدما احساسات خودشون رو کامل نادیده میگیرن و نگاه میکنن به احساسات بقیه آدم ها حالا میخوام شما تجربه مشابه داشتین توی اینا توی حالا از اولش که پرسیدم یه اتفاقی که میفته خیلی زیاد که کارون قبلا در موردش هم اپیزود رفته که فکر هم گفته بودی که هنر گوش دادن بود فکر میکنم که اگر کسی داره باهاتون صحبت میکنه سعی نکنیم که همون لحظه براش بخوایم راه حل پیدا بکنیم بعضیا فقط به صرف اینکه میخوان باهاتون صحبت بکنن میخوان کسی فقط حرفاشون رو بشنوه میخوام ببینم شما تجربه مشابه داشتین که با کسی درد دل, دل بکنید و اونا بخوان که راه حل براتون بذارن یا بخوان مقایسه بکنن درد خودشون رو با درد شما این اصلا همچین چیزی اتفاق افتاده یا نه من همیشه اون ور قضیه بودم این کار بعد من خیلی وقتا انجام دادم یکی که با من صحبت میکرد من میگفتم بابا مثلا این که چیزی نیست ملت خیلی تو شرایط سخت در است بودن مثلا اخیرا یکی از دوستایی که تازه از ایران حالا مهاجرت کرده اومده اینجا درس میخونی این سختش بود و اوایل ابراز ناراحتی اینا که میکرد من هر سری این بود که شما داری توی حالا یه شرایط خیلی خوبی توی جای خوبی داری درس میخونی و داری رو به جلو میری اصلا دلیلی وجود نداره که بخوای ناراحت باشی که اونم حالا یه وقتی به میگفتش که تو خب نمیتونی آدم رو با هم مقایسه کنی یکی ممکنه حالا ظرفیت تحملش بیشتر باشه یکی آه. کمتر باشه ولی من خودم همیشه این قضیه بودم زیاد که اگه یکی به من یه چیزی بگه من ممکنه پس ذهنم این باشه که خب اصلا خیلی ها تو شرایط خیلی وحشتناکتری بودن اصلا این چیه که میگی من توی یه روم کلاب هاوس بودم بعد یه خانومی داشت تعریف میکردش که چجوری دوتا بچه رو توی زندان داشته بزرگ میکرده سیاسی بودن زندانی شده بعد اصلا این چیزی که این تعریف میکرد به نظر من اینقدر سخت و اینقدر اصلا یعنی تمام مشکلاتی که ما تصور کرده داشتیم دیدیم شنیدیم به نظر من جلوی چیزی که این خانم داشت تعریف میکرد هیچی نبود و حالا ایشون دوتا بچه هم هاشون بزرگن و حالا با تعریف جامعه هم موفقت و اینا و من اونجا همش فکرم این بود که این بچه ها توی اون شرایط حالا بزرگ شدن این خانم تونسته اونها رو بزرگ کنه شوهرش رو اعدام کردن ایشون هم رفته زندان بعد دو تا بچه رو تو اون شرد. اصلا یه چیز عجیب و غریب بعد من تمام فکرم و لحظه بود که وقتی این بچه ها تو اون روش کردن. وقتی این خانم میتونه انقدر راحت راجع به موضوع الان صحبت کنه خیلی فعال بود و اینا دیگه بقیه مشکلات که جرین قضیه که رنگ میبازه دیگه حالا من بیام به این فکر کنم که بچه فلان شده طرف توی زندان مثلا هموم نمیتونسته ببره بچه بچهش و بچهش آلوده بوده محیط مثلا مشکل هضم غذا اینا پیدا کرده بوده این کارو من خیلی انجام میدم هم با خودم انجام میدم که مقایسه میکنم میگم حالا خیلی تو شرایط وحشتناکتریان و با بقیه بسته حالا به ظرفیت کسی که داره با هم صحبت میکنه ممکنه یه خیلی سریح یا خیلی زمینی بگم که بابا شرایط از این بدتر تو دنیا خیلی زیاده شما. و خوشحال باشید قطعا غلطه دیگه آه. هر کسی به تناسب تواناییش و حالا تناسب شرایطی که توش بوده تحمل میکنه دیگه مشکلات رو حالا منم خودم خیلی این کار رو انجام میدادم و احتمالا هنوزم میدم چون توی ناخداگاه آدم آدما احساس میکنن که اگر که کسی داره از یه سختی برای تو میگه شاید تو بخوای یه سختی بزرگتر اگه براش بیان بکنی شاید اینطوریه که به طرف امید میدی که نه زندگی تو اونقدر بد نیست یعنی یه روش کمک کردن به دیگرانه ولی واقعا میتونه خیلی جا ضربه بزنه به میکنه. خیلی هم من شده چون که حالا بچه ها میدونم من خیلی آدم صبر خیلی کمی دارم کلا تو همه چیز مثلا توی اگه ایزیو مثلا بخوام بخرم هم موقع بعد بخرم اگر یه دوستی بخوام اتفاق بیفته بعد هم موقع اتفاق بیفته اگر کسی از دست من ناراحت همون لحظه بعد حلش بکنم بعضی موقع که آدما با من صحبت میکنن من به جای اینکه بشینم به حرفشون گوش بدم بیشتر دنبال حل کردن قضیهشم و اون طرف اصلا نیومده من موضوعشو حل بکنم اصلا من توانایی و کیفیت حل کردن موضوع طرف رو ندارم که بخوام این کار انجام بدم و خب این خیلی اتفاق میفته و تا آدم این ور قضیه نباشه تا آدم اون در واقع کسی کسی که تو شرط سخت هست نباشه واقعا نمیفهمه که داره چقدر بعضی موقع زننده رفتار میکنه من حالا اتفاقی که افتاد تو این چند روز گذشته شما مثلا در مورد همین گرمای هوا صحبت کردیم توی استریم داشتم صحبت میکردم همه بدون استثنا توی موتورخونه جهنم تو بودن <applause> یعنی همه توی هوای 60 درجه 70 درجه لخت و کویر بودن گفتم تو که نمیتونی تو استریم من الان شارجی. وسط توی کویر یزد بودی گفتم من الان تو کویر یزدم تو اونجا اصلا آنتن نمیده استریم منو ببینی و مثلا یکی از روش هایی که آدما ها سعی میکردن به من دلداری بده اینه که ما که خیلی وضعیت اصلا گرمایشون بدتر و اینا ولی خب اصلا اینطوری بود که اون موقع آدم بیشتر اذیت میشد که مثلا داره یه همچین برخوردی باش میشه یا مثلا موقعی که با کسایی که تو ایرانن صحبت میکنی خیلی اتفاق میفته که اون احساسات تو کاملا دیسمیس میشه چون که تو توی یه کشور دیگه داری زندگی گرفته میکنی نادیده گرفته میشه به خاطر اینکه تو داری توی کشور دیگه زندگی میکنی و اونجا که اصلا هیچ از این مشکلات وجود نداره آره اصلا دست سوالت بس ببخشین سوالت تو چیزی هم دست سوالت من خودم اینطوری هم بعض وقتا خودم به قول خارج میگن خودم رو اینطوری میگیرم که دارم خیلی محافظ کار با محافظه کاری صحبت میکنم وقتی مثلا با بچه های ایران صحبت میکنم اقا اینو نگم فلان نکنم بچه ها شرطشون سختر اینا و خب چیز دیگه آخرش که مثلا اون تماس تمام میشه یا اون صحبت به پایان میرسه خودم اینطوری هم که اوکی من خیلی دست و پای خودم رو گرفتم اون مکالمه واقعی که به اتفاق میفتاد نیفتاد هم. و چه بعد یعنی حالا اگر،, اگر من بخوام اون رویه رو تغییر بدم میدونم که حالا گیرا نخواهند بود بعدا مثلا صحبت میکنن که آقا همین حرفی که داریم الان میزنیم چی میگی مثلا تو که الان داری جای به این خوبی زندگی میکنی مشکل نیست اینا یعنی یه چیز کلیه یه چیز همه باید به هم همه باید با هم به این فهمه به آگاهی برسیم و راحت تر میشه تو چی من یه نکته حالا در مورد اینکه مقایسه بکنیم حالا یا خودمون یا به یه شخص دیگه بگیم آقا نه مثلا فلان و فلان فلانی اینطوریه ببین مثلا تو بهتر شرایطت. من فکر میکنم یه درصد خیلی کمی حالا اگه بخوایم مثلا کل این رفتار رو زیر سوال ببندیم فکر میکنم یه یه درصد خیلی کم چیز مثبت داره تاثیر مثبت هم داره به نظر من مثلا یه کسی که شاید یه،, 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 یه, نزدیکیش یه عزیزش مثلا یه بیماری میگیره شاید خب به هر حال اون ناراحتی رو داره این اون درون در خودش ناراحت میشه این مسئله طول میکشه و اینا ولی شاید به یه پوینتی که میرسه اون مقایسه کردنه که آقا مثلا بچه من حالا هر کی که هست مثلا این بیماری ها رو داره ولی مثلا شاید میتونست بدتر هم باشه مثلا شاید میتونست اون دو تا بیماری دیگه هم باشه مثل فلانی یا فلانی های دیگه و شاید این مقایسه کردن یک کمی تسکین بده به اون شخص مشکلش چیه؟ تو نمیدونی که اون شخص تو چه شرایطی بزرگ شده یعنی شاید اون شخص شاید پنج تا بیماری دیگه هم میگرفت میتونست خیلی مقاومتر از تو که مثلا فقط یه سرما خوردی با اون موضوع کنار بیاد می چی میگم ام. تو نمیتونی مقایسه بکنی بعد اینطوری که خب من الان حق ندارم ناراحت باشم اره. اینکه من حق ندارم ناراحت اره. باشم خیلی میتونه مذر باشه برای تو اره. که تو تمام احساساتی که داری و به واسطه یه تجربه یک شخص دیگه داری سرکوب میکنی اره. میدونی چی؟ یعنی اره. تو به خودت اجازه نمیدی که احساساتت رو بروز بدی به خاطر اینکه یک نفر دیگه با یه شرایط زندگی دیگه با یه تجربه دیگه با یه ست احساسات کامل دیگه شرایط سخته رو مثلا رد کرده آره نه اینو این بخشش کاملا متوجه میشه خ... این خیلی فرهنگی هم هست حالا حداقل تجربه شخصی من اینه که ما بچه بودیم یه اتفاق واسه همی افتاد بزرگتر یا حالا پدر بزرگ مادر بزرگ میگفتن همین حرف زده میشه حالا خیلی تکراری میشه میگفتن خدا بچه فلانی سر کوچه مثلا این شرایطو داره دستش فلانه مثلا بینایش این مشکل رو داره اینا مهم. و اصلا اون خیلی تاثیر بد میذاش هم رو رابطه ما با اون مثلا بچه محلمون نه. از رو ترحم میشه از رو ترحم سر... آره بعد نه ما میرسیدیم که آقا به مشکل خودمون فکر بکنیم ب... به, به اون ارزش داده بشه آقا اوکی پس تو هم یه بچه مثلا 6 7 ساله این مشکل واسه پیش اومده اوکی اه. نه اینکه فقط یه سرپوشوش گذاشته بشه چون یکی هست که حالا بدتره و شرطش. ما بعد از اون یاد بگیریم ما بعد قان... ما بعد شاکر باشیم که بدتر از این واسه ما اتفاق نیفتاده همیشه حالت این حالا میدونی یه یه مدل دیگه هم هست که اونم خیلی اذیت کننده است اینه که ما بعضی وقتا خب ما اینو باید قبول بکنیم که ما مهاجریم خب هیچ وقت باید. ما رو به عنوان یک کانادایی نگاه نمیکنن کسایی که حالا سفید پوست هستن ما از اینجا مونده از اونجا رونده میشیم یعنی نمیتونی با اون در واقع فرهنگ مادر خودت چیز کنی ارتباط صد درصدی رو برقرار بکنی چون که قبولت نمیکنن چون اونا فکر میکنن که تو یه کانادایی هستی نمیتونی اینور با این فرهنگ صد درصد تو برقرار کنی چون اونا فکر میکنن تو یه مهاجر ایرانی هستی <تصفح> و این استیسالی <تصفح> که وجود داره اون اه حالا اه در واقع تعلق نداشتن به هیچ چیزه خیلی اذیت کننده میشه و مطمئنم اون کسایی که تو ایران هستن نمیخوانی همچین حسی رو به تو بدن و یعنی اون کسایی که تو ایران هستن اصلا موقعی که میخوا... قصدشون صد درصد کمکه یعنی طرف موقعی که با تو صحبت میکنه فقط میخواد یه کمکی کرده باشه یه حرفی زده باشه که تو از اون ناراحتی که داری سن یه ذره کمتر بشه بهت نشون بده که آره بقیه دنیا مثلا ما ها تو شرایط خیلی بدتری هستیم پس زیاد نگران نباش خوشحال باش که تو شرایط ما نیستی اه 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 اه. ولی خب اینطوری که خب اینا که کلا رد کردن احساسات منو این برم که من نمیتونم با فرهنگ قالب اینجا 100 درصد اخت بگیرم بس میمون خیلی تنها میشم دقیقا آه. بعد این مدت اصلا آدم چیز میشه دیگه مخصوصا کسایی که تا داری باشون حرف میزنی هی hey, مثال میارن یا از خودشون شروع کنن حرف زدن من اینطوری بوده هی hey, هی hey, شروع کردم هی hey, حرف نزدن حرف نزدن حرف نزدن بعد با خودم میگم نه مشکلات من که چیزی نیست مثلا. منزوی میشه تو چرا ساکتی ولی ایما اینو میخواستم به تو بگم حالا ب... صحبت کن صحبت کن من یادم نه چیزی نه من اصلا یاد اون من... حرفای چیز افتادم چی؟ خانومه آره اصلا زون اوت کرده بودم خیلی کدوم خانومه که تو زندان دوتا بچه شو بزرگ اوکی. راجب اونم هم می‌خواستم یه کامنت بدم. حالا بعد اینکه این ایمان رو میگم حالا تو یکم نسبت به خودت چیز بودی، بی‌رحم بودی به قولی. من رو بگم اینجا. یه چند ماه پیش بود خیلی من وضعیت سختی داشتم. بعد ایمان رو دیدم و اینا کنم بهت گفتم یا نمیدونم چی... یا خودت خیلی عاقلانه این کاری کردی من شروع کردم از با ایمان در دل کردن هی hey, زیاد داشتم این hey, حرف میزادم چیزایی بود که شاید قبلا هم حتی با هم به اشتراک نذاشت حتی از سمت من و ایمان واقعا اون روز مثلا یه گوشه شنوایی بود که من اصلا نداشتم تو اون بازه حالا چند ماه و خیلی خیلی مثبت بود خیلی خوب بود یعنی من واقعا حدی نجات داد یعنی اون نیم ساعت سروبی که من صحبت ها رو با هم میکردیم و من داشتم همینطوری صحبت میکردم ما فقط میشنید خیلی هم جالب بود چون راجبه این قضیه شنیدن و گوشش شنب تو بکراند ذهنی من بود من فکر کردم که ایما مثلا بخواد مثلا پیشنهاد بده کمکی بکنه اینا و نه واقعا فقط شنید یعنی ناد. فقط یعنی آره. من اصلا قبلش هیچ ایده ای نداشتم که جیجی با این موضوع کنه به قول خارجی ها چیز معجزه کرد حداقل برای اون تایمی که بود و خیلی خوب من خواستم که اینجا بهت بگم و و تو کی میدونی که با شماره اون اپیزودم در بیاد که سوال میشه ایمان بیاورید آره خوب بود تو چی تو نظرت چیه نظر مخالفی داریم این نسبت به این قضیه یعنی میخوام بدونم که از دید بقیه چجوریه؟ ببین من این شرایط رو کامل درک میکنم اه... که چرا یه کسی که ممکنه داستان زندگی تو رو بشنوه و حالا خودش تو شرایط به نسبت بدتری باشه اون چرا ممکنه ناراحت بشه از حرفهای تو یا واکنش زمینی نشون بده اصلا بحث حالا ایران و خارج نیست و هر شرایطی فرض کن تو با یه نفر داری راجع به رابطت شدن با پارتنرت با خانوادت صحبت میکنی طرف مقابل که میشنوه ممکنه رابطه بدتری داشته باشه شرایطش اون رابطه بدتر باشه و اون شروع کنه حرفهای خودش رو زدن من شرایط درک میکنم که چرا اون آدم ممکنه همچین کاری بکنه جدای از اینکه اون هیچ کمکی بهتون نمیکنه که خب نمیکنه ولی من میفهمم که چرا اون ممکنه همچین واکنشی نشون بده و همیشه توی این جور مواقع درسته که تو شاید انتظار یه حمایت دیگه رو داشته باشی ولی مثلا اگه فرهاد داره با تو صحبت میکنه راجع به موضوع درد دل میکرد تو تو موضوع اوضاد بهتر بود تو هم شروع میکردی حرف زدن من جای فرهاد بودم درست حس بدی پیدا میکردم که تو حرف منو گوش ندی ولی باز درک میکردم که چرا تو ممکنه واقع واکنشی نشون بدی نه شاید هم درک نکنی شاید, شاید واقعا رفته باشی نیازت این باشه که آقا یکی هفته و فقط تو رو بشنوه تاییدت بکنه میدونم ولی حالا توی این مورد مشخص مقایسه ایران و اینجا آه. من با حالا اگه با کسی صحبت کنم ایران من واقعا میفهمم که چرا اصلا من نباید چیزی بگم نه که نباید بگم تصمیم میگیرم که چیزی نگم از اینجا خب من که با خانواده خودم صحبت کنم بگن که با تو که مثلا فلان خب شنیدم این حرفا رو آره. این باعث میشه تو از یه جا به بعد دیگه به اشتراک نذاری چون فهمیده نمیشی ولی دلیل نمیشه که من نفهمم چرا اون آدم داره این واکنش نشون میده. نه خب قاعدتاً که فهمیدنش که میف یعنی منی که دارم اینجا نق میزنم میفهمم که شرایط میتونه جاهای مختلف دنیا خیلی بدتر باشه. ولی به قول تو مثلا دقیقاً همین قضیه گرمایشه. مثلا کسی که داره اینجا از گرمایش نق میزنه به خاطر اینکه شرایط واقعا متفاوته یعنی من میفهمم که توی کویر یزد میتونه 70 درجه باشه و توی کویر یزد 99 درصد خونه ها کولر دارن نسبیه ای... آره. آره یعنی تو میتونی حالا این داستانیه تو میتونی شروع کنی به توضیح دادن شرایط به اون آدم که چرا این شرایط برای تو سخته ولی به نظر من اگه تو نیاز داشته باشی شرایط خودتو به یکی توضیح بدی که بفهمه تو داری با آدم اشتباه صحبت میکنی <applause> این الگوریتم خوبی نیست ولی من نظرم اینه که آدم صحبت نکنه شاید اصلا رفتار سالمی هم نباشه ولی صحبت نکنه بهتر از اینه که صحبت کنی که پنجا درصد در حرفتو بفهمن آره ولی یه میلنگه دیگه ولی میلنگه یعنی ممکنه شما حالا منذبی بشی احساس تنهایی بکنی ولی حالا نظر شخصی منه چون اگه من بخوام حالا هی توضیح بدم هی خودم رو اثبات کنم به نظر من گزینه اشتباهی رو برای صحبت کردن انتخاب کردم که اگه گزینه درست بود من نیازی به توضیح نداشتم اون با جمله من با نگاه من ممکن بود حرف رو بفهمه تو شرایط ایداد ولی اگه دارم دست و پا میزنم که بگم بابا چرا این گرمای مثلا من اذیت میکنه خب اصلا تو نقطه اول مطرحش نمیکنم گرما مثال ها هر چیز دیگه آخه خیلی آدم و به قول بچه منزوی میکنه یعنی آل. من خیلی سخت میشه برام که بخوام آدم ها رو انتخاب بکنم یعنی تو بعضی موقع ها واقعا توی شرایط ذهنی خیلی بدی هستی که حتی اصلا چنگ میندازی به توییتر یعنی انقدر هیچ کس رو نداری و نمیتونی با کسی مستقیم صحبت بکنی که میگی مثلا من یه توییت میزنم به امید اینکه یه نفر حرف منو بفهمه آه. بعد وقتی که خیلی جوابایی که میگیری همش سرکوب میکنه احساس تو رو با اینکه اون اشخاصی که اونجا هستن اصلا شاید نصفشون مثل من میخوان یه چیز فانی گفته باشن تمام شده رفته باشه میگی چی میگم یعنی اصلا دلیل حرف زدنشون دلیل مثلا کامنتشون نیست که تو رو بکوبن خیلی آدما رو منزوی میکنه که خب من که الان هیچ رو ندارم با هیچ کس صحبت بکنم توی توییترم که نمیتونم برم خانواده که شاید مثلا حرف منو نفهمن و اینا خب چی کار بکنم میشینم مثلا یکی از اتفاقایی که افتاده بود توی مدتی که من خیلی شر ذهنی نامناسبی داشتم با یه توییتی گذاشتم یه اینستاگرامیزی گذاشتم و خیلی از کسایی که منو میشناختن این بود که چی شده چجوری جوری حلش کنیم که که اصلا الان من نمیخوام حلش کنم من فقط یه چیزی گفتم که حرفی که تو دلم رو زده باشم و نمیخوام که الان مثلا با کسی صحبت کنم در موردش یعنی اون موقع بود که همین گفتن که او بیا ببینیم به صحبت کنم جو بودم که من اصلا نمیخوام با کسی در صحبت کنم و نمیخوام که در واقع راه حلی براش به وجود بیاد همین الان من خودم نیاز دارم که باهاش کنار بیام بعد بخوام اگر که نیاز باشه برم با یه متخصص صحبت کنم با ولی خب رفتارها اینقدر چیز بود انقدر گازنباری بود که بیا تمامش کنیم حلش کنیم آدم بیشتر زده میشه از اینکه یه حرفی زدی یعنی من تو بودم که خب اصلا دفعه بعدی من احمقم مگه اینا اصلا توی اینستاگرام هم نمیذارمش میگم میدونم شاید اینستاگرام و توییتر و اینا شاید واقعا جای مناسبی برای بیان احساسات نباشه من درک میکنم خب یعنی اون جامعه ای که توی اینستاگرام و توییتر هستن اون ذهنیتی که اونجا وجود داره شاید اصلا جای حل مشکل نباشه ولی بعضی موقع ها ما اینو باید درک بکنیم که آدم ها به یه نقطه ای از انزجار میرسن که تنها چیزی که دارن توییتر و اینستاگرامه یا فضای مجازیه اه. حالا چجوری راه درستش اینه که اکسال عمل نشون بدیم اصلا به خودمون میگم هر وقت که میخوایم احساسات خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم یه قدم بیایم عقب نگاه کنیم ببینیم که این صحبتی که میکنیم یا این حرفی که میخوایم بزنیم به خودمون یا به بقیه کمک میکنه یا میتونه ضربه بزنه این خیلی کمک میکنه من هر موقع که مثلا میخوام جواب یه نفر رو بدم که توی میدونم توی شرایط حساسیه آدم با سیاست بالاتری باید صحبت بکنه یعنی همینطوری نباید حرفاشو بزنه آدم نگاه میکنه ببینه که خب من یه حرفی که میخوام بزنم چجوری میتونه برداشت بشه توی ذهنیتی که اون هست چجوری میتونه در واقع این طرف حرف منو برداشت بکنه و بعد حرفمو میزنم آیا میخوایم احساسات خودمون رو سرکوب بکنیم یا واقعا به قول فرزاد بعضی موقع میتونه مفید باشه این قیاسی که میخواد اتفاق بیفته به خودمون اجازه بدیم که با احساساتمون بشینیم تنها باشیم و بدونیم که احساساتمون قابل احترامه یعنی من منی که توی با مثلا شرایط مالی خیلی بالا مثلا با بهترین امکانات زندگی با بهترین رفیقا اگر که احساس ناراحتی میکنم این قابل احترامه حق داری که حق داری نراحت. که ناراحت باشی هیچ وقت احساسات بقیه رو قضاوت نکنیم اگه کسی میاد با همون درد و دل میکنه و از این احساس غرور بکنیم که آقا طرف اصلا من انتخاب کرد که اومد با ما صحبت کنه یعنی این خودش یه نکته خیلی مهمیه که بعضی موقع آدم ها آدما اصلا بهش توجهی نمیکنن اینکه یه نفر توی شرایط حساس یکی رو انتخاب کرده که بیاد باش صحبت بکنه این خودش خیلی مهمه آدم ها توی اون لحظه ای که خیلی وانربلن خیلی فرجایلن خیلی قابل آسی آسیب 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 خیلی شکنندن خیلی سخت با آدم ها اعتماد میکنن و اگر شما اون آدم هستین که بهش اطمینان شده سعی کنید که متوجه بشین که چقدر مهمه و اینکه به آدم ها گوش بدیم سعی کنیم درک کنیم احساساتشون رو به سادگی و اینکه بگیم که ما در کنارشون هستیم میفهمیم که چقدر در واقع شرایطی که توش هستن میتونه دردناک باشه و اگر که بخوان ما میتونیم بهشون کمک بکنیم ولی اگر که واقعا خودشون بخوان <applause> نخواهیم اون کمک رو بهشون اعمال بکنیم به زور بخوایم به یه نفر کمک بکنیم بیا امروز من ببینم چیکار کار مثلا میتونم برات بکنم و گفتم دیگه دنبال راه حلم برای آدما نباشیم آدما تا خودشون با اون شرایط ذهنی که دارن با اون در مشکلی که دارن کنار نیان نمیتونن یه چیزی رو حل بکنن من خودم همیشه دنبال راه حل بودم با موقعی که با آدما به مشکل میخوردم و نمیذاشتم که آدما اون اتفاقی که افتاده رو هضم بکنن و این میتونه یه فشار مضاعفی باشه یه فشار بدتری باشه روی انسان ها و از این پیدا کردن راهله توی همون برخورد اول واقعا پرهیز کنیم این نقای من بود نقامو زدم یه کتابیه راجبه روابط زنشوی صحبت رو میکنه بعد یه بخشیش The Art of Listening اون گوش دادم بعد یه تحقیق خیلی جامعهی بهش اشاره میکنه میگه که طبق آمار آقایون کلن هم توی رابطه هم توی حالا جامعه بیشتر دنبال ارائه راه حل. هستن واسه مشکلات بعد یکی از تمرینایی که میگه حالا هم میگه با پارتنر تو این کار بکنید هم با بقیه اینه که وقتی یکی داره باهاتون صحبت میکنه مشکلاتش رو به اشتراک میذاره اینو سعی کنید صد درصد حرفاش رو بشنوید و از حرفاش سوال در بیارید یعنی سعی کنید که مثلا طی اون سال پرسیدنه به طرف میفهمونید که آقا من داشتم گوش میدادم داشتم ریزورز میکردم تو اه... ریزورز نه اینکه که مثلا دنبال ریز و واریز یعنی ریز و واریز ریز و واریز هر هفته, هر وارز هفته وارز یه دونه کامبینیشنه <laughs> اینم تو شنیده بودی نه من ریز و واریز از یه فکر کنم لغت انگلیسیه من فکر کنم ریزو آره بکنید و ولیدیت بکنید حرفاشو یعنی یعنی اعتبار بخشی من شروع کردم این کارو کردن سخت خیلی سخته که سومون بشینی و کار میده یعنی من این تمرینی که دارم میکنم حالا حداقل با همسر خودم اینطوری هم که آقا واقعا داره کار میده بعد میبینم که آره مثلا اون فیدبک رو میگیرم همینطور ساکت بشینی این کار بکنین ساعت رو تکون بدی نه نه توتی نه اینکه مثلا فقط بخوای سری تمرین رو انجام بدی نه این قطعا کار میده اینو فرزاد به صورت ذاتی هم بلده کاری که با اون کسی که اینترنت زنگ زده بود فرزاد فقط گوش داد <تصفح> <تصفح> و نتیجه که گرفت خودش را پیدا کرد با اختلاف می‌بینی از نتیجه ماها اینه این چیزی که حالا فرزاد گفت گفتش که من قبلش داشت داش جامع‌تر برام توضیح میداد تو هنوز نیومده بودی گفتش که من خیلی جاهاش رو سکوت میکردم و خیلی سکوت آکواردی بود خب موقعی که یه درسی بود ما داشتیم پاس میکردیم توی فوق هم میگفتش که نگوشیشن بود خب میگفتش که توی نگوشیشن هر کسی که اون بتل سکوت رو ببازه پرایس کمتری میگیره میگفت بعضی جاها میرسه یا ببازه؟ آره نه نه ببازه یعنی بزی... تو اول صحبت, صحبت کنی, کنی. تو می گفتش بازی بازی موقعها... می گفتش که بعضی موقع میگفتش که بعضی موقع ها دو نفر دارن با هم نه نه, نه یعنی بکن... پول کمتری اونجا ارزش کمتری رو میگیری میگفتش می که موقعی که دارن با هم دیگه صحبت میکنن بعضی موقعی سکوتی اتفاق میفته میگفت تو اینترویو هم خیلی اتفاق میفته طرف انقدر سکوت میکنه و سکوت خیلی آن بله، خیلی دردناکه خیلی آدم دوست داره اون سکوت رو هر چه سریعتر پرش بکنه میگفتش که هر کسی که اون سکوتر رو اول بشکونه به ضررش میشه آره. من, دوران من نیشه. این اتفاق اینا من فقط بگم ببرای من ببرای داشتم من با یه نفر چیز میکردم با یه نفر داشتیم سر یه بعد یه پولیو میداد نمیداد فلان و اینا برای سر کار ام. بعد این به من زنگ زد بعد من گلگیمو کردم بعد سکوت کردم بعد این هیچی نمیگفت منم هیچی نمیگفت ببین فکر کنم واقعا سی ثانیه سکوت کامل بود. و اون شکوندش <applause> اون شکون و هتون... خودت هم حس کنی که داره کار میده <applause> آره آره قشنگ میفهمی طرف آن منتظر میشه که بریکین بکنه دقیقا با... میفهمی که طرف آن کامفتبل میشه و مجبورش میکنی که اون صحبت بکنه و خیلی عجیبه خیلی دردناکه ولی خیلی عجیبه اگه تونستین یه بار تام بکنید موقعی که دارید با این نفر حالا بحثتون شده یا هر چیزی این سکوته رو ببینید چقدر سخت اون لحظه مخصوصا اگه پشت تلفن باشه یعنی جلو باشه باز مثلا یه ذره یه رو دروسی آره یه دروسی دیگه وجود بیشتر از این دیگه ادامهش ندام پشت تلفن که من کیک بک کرده بودم رو میوت دستام <تصف> پشتم آره خیلی باحال بیاید اینجا ما داریم درس داگر. بهتون یاد میدیم سابسکرایب کنید بفرمایید نه بگو او من اون دوران که تو بونگا ماشین کار میکردم ماشین میفروختم یکی از درسایی که یاد گرفتم و واقعا چیز بود حالا رو در رو بود رو در روش خیلی سختتر بود همین بود ماهای آخر که دیگه واقعا دستم اینجوری میکردم به بهشون نگاه میکردم گفتم قیمت همینه صحبت هم که قیمتو رو روش یک بار 20 دقیقه طول کشید 20 دقیقه ساکت <تصحب> ماشین فروخته شد 20 دقیقه همه به یه عدد شروع میگن ما هیچ چیزی اونا پا شدن رفتن اومدن به زنگ زدن فلان که من نشسته بودم یعنی امکان داشتن برن حتی خیلی جالب بگو ببینم چی داری برام یکی دو کامنت بخونم در مورد اپیزود هفته پیش کارون هانی گفته که من احساسات یه بازخورد هورمونی میدونستم که دوام چندانی ندارن ولی تو اپیزودی که حرفشو زدید برگشتم به عقب دیدم اون خاطره ای که از احساسات خاصم برام تدایی میشه انگار به من به من بودن به من, به من, به من بودن یه معنا و ارزشی میده محسا گفته بود که راجب سوالی که افکار نزدیک تره به من واقعی یا احساسات و عواطف من فکر میکنم یه کامبینیشنی از هر دو یه ذره سخت کاملا اینا رو از هم تفریق کردن و تا حد اینا رو هم تاثیر گذارن وای چه سال سختی من یه کاری کردم این هفته سوال پرسیدم توی اینستاگرام که بچه ها جالب بگن میشه اولیشو بگی برامون میخوای من بگم ما موقعی که مثلا این سوال رو میپرسیم بیشتر دنبال اخباریم <applause> یا اگر که اتفاق مثلا خیلی دیگه عجیبی تو زندگیتون افتاده باشه جفتش بود یه بانوی مسیج زدن و گفتن که اولین سکس زندگیشون رو داشتن خب مبارک حالا ای آره این من داره این کانتکست میخواد بعدش چطور بود <تص> آیا نباید من بدونم یعنی وقتی که تو این شما تو سوال گفته بودیم توضیح آره ما گفته بودیم تو سوال من قشنگ باید توضیح میدادید یعنی من باید بدونم که چه داره اینکه به ما احساس خیلی خودمونی برای شما گوش بدید فقط اونجا من من میخوام گوش اتفاقا من فقط میخوام گوش بدم بیشتر میخوام گوش بدم خیلی بیشتر گوش بدم اینو رابطه رو رای گفتگو رو نبندید <تصفح> خیلی ها گفته بودن که کنکور دادن هفته پیش و خسته نباشید میگیم آره امروز تموم شد سه روز کنکور تموم شد و یه خبر دیگه در مورد کنکور این بود که اومده بودن اون حوزه که امتحان توش میگرفتن حالا توسط اون برجای مخابرات و اینا اینترنت رو قطع کرده بودن خلاصه بعد خب این نمیتونی مثلا بگی این فلان مدرسه فلان حوزه فقط اینترنت نداشته باشه کل اون محلی و اینترنتش میره بعد آخه پس طرف کار و زندگی شاید به اینترنت وستگی داره اینا خیلی خوب چرا این رو به خاطر اینکه جلوگیری کنه از لو رفتن سوالا مثل اینکه سال, سال پیش, پیش, این اتفاق افتاده بود و بله یه مثلا هش میرن هش تو عکس ما. میگیره مثلا کنکور چون تجربی زودتر از ریاضیه خب چون سوالای عمومی زودتر در بیاد برای اونا که فردا ریاضی دارن میتونه کمک کننده باشه سوالای عمومی نه یکی نیست ولی شبیه ولی در واقع چیزو تعیین میکنه دیگه لول ممکنه تعیین کنه کلا سوالا زودتر نباید بیاد, بیاد بیرون هیچ وقت سمیدر سمیدر. یه چیز جالب دیگه سمیرا با ما به اشتراک گذاشته سمیرا سلام گفته برادر برای برادر من که سندرم دان هست و نقاشی میکنه یه سفارش از یه خواننده جوان آمریکایی اومده و اکانت در واقع هندل اینستاگرام برادرش رو سمیرا با ما شیر کرده بود اسم ایشون سعید هست سعید پور آبدین فکر میکنم آمریکا هستن من خیلی دوست داشتم اینو به اشتراک بذارم برای اینکه وقتی کارا رو دیدم آرت ایشون رو دیدم حالا بیام پایین شما میبینید خیلی حال کردم و واقعا برای من جالب بود مرسی از سمیرا که اینو برام به اشتراک گذاشت اینستاگرام شیکی داره آره همین آخرت. چه عکس آره کلا گرفتن هندلشون اه... هم هست داون رو... آرت 47 اینطوری کنی خیلی حرفه ای او عکس رو ببین اصلا عکس هایی که میگیرن کل آرت ها خ... خیلی باحال ام... با بود خیلی خوشم کنگو رو گفتیم سعید جون دمت کم باری کلا در مورد واکسن واکسن های مختلفی که تو ایران تایید شده صحبت کرده بودن چند مهم نیست دارم اینو رو یه کمی آره منم او یه ویدیو بود بذاری اون خیلی خوب بود فکر کنم این این ویدیو خیلی جالب بود آره الان داریم یه ویدیو از همین اکانت سعید آقا میبینیم که آرتیست هستن و سندروم دان دارن و روی پیشونیش مثلا نوشته افسرده ضعیف ناتوان محدود این کلماتی که مثلا جامعه به این افراد میگه و اینا رو دونه دونه پاک کرده از صورتش و حالا میره اون قسمتی که آرت هایی که ایشون انجام دادن نشون میده نقاشه که کشیدن که خیلی کار درست خیلی محال کردم شما هم که نه ما که واقعا اشکنیم ما اصلا نمیشنسیم آقا سعیده ولی خیلی با کاراش با, با, با هندلش از داون آرت چلو هفت ات داون آرت چلو حتما اینو میذاریم روی اپیزود حتما آره مرسی که با آمون اشاره کذاشتی واقعا ما فکر هم دوباره میخواد دماد نواده... فلوریدا بذاری گفتم <تص> اون وقت آمده نگیر بردی هم چیزی نه اینو خیلی حال کردیم همه حال کردیم ایوال دلیوری صد عالی ام در مورد اینا گفتیم آها یه میدونی که روژین یه وبسایتی داره فکر میکنم نمیدونم کجا میره سمدونیه <applause> هرچی سمه این روژین پیدا میکنه و با, با اشتراک میداره هفته رو و این سمو حالا من یه کمی قبل اینکه اینو بعد از اون نذاری احساس میکنم که یه فکر کردم که مثلا خدا نکرده بحث مسخره اینا نشه در درجه اول ولی خب یه سری نکات ریز داره که میتونیم بهش اشاره کنیم من کارو اینو بگم اینا خود افراد واسه پیج عمومی میفرستن یعنی دیگه یه اکانتی هست روی اینستاگرام اسمش هست سلیقه خانه عروس نه من فقط چند تا نکته تو عکس ها خانه نو عروس خانه نو عروس که در واقع عکس میذارن از جهازی های عروس های مختلف و اینا یه اینو من خیلی حال کردم توی فریزر یه دونه کله گوسفند عینک داره خیلی باحال بود چشمشی. من تا به حال توی این چیز نبودم توی مراسم شما نرفته بودی تا حالا من نه من خواهرم ازدواج کرد همچین چیزی نداشتیم چی اسم مراسم اسم نداره دست به دست هم میدن نه نه, نه پا پاتخت؟ تختی پاتخت. نه نه پا تختی نه شب عروسیه شب تخت شب عروسی بعد از عروسی میرن, میرن اونجا. خانواده عروس کشون میکنن عروس و... میکنن تا دم خونه عروس <تصفح> یعنی خونه ای که قرار عروس و داماد دارن توی زندگی بکنن بعدی مثلا اینا یه تزیناتی هست اون خونه و خب خیلی ما <تصفح> نداشتیم یعنی ما از این داستان نه دوست دارم, دارم که مثلا توی عروسی هایی که الان اتفاق میفتم ببینم فکر کنم خیلی کم شده کم شده ولی هست هنوز والا دیگه یه قسمت از فرنگ دیگه من نمیدونم والا ت... یکی نشو کاش فرنگ اون عوض بشه نمیدونم همین دلیل ندارم نه ادامه ده. کامنتشو نخوندیم چی نوشته بودن خب بخون بگو من قطع شده بود نوشته به جای وای تکس یه چیزی بود من اینستاگرام آره، آره،, آره. این چیه فرز، فرز نه، نمیدونم چیه بقیه‌اش نه ولی اصلا نمیخوام نمیدونم. که فرنگ عوض بشه <laughs> پی کسی که آسیب نمیزنه که یعنی این فرنگی که مثلا سر گوسمان بذارن توی یخچال به کی آسیب میزنه به غیر از گوسمانده که خب حالا جزی از غذا هم شده نمیدونم چرا نمیره این بود اون اصلا تایمرش هم دیگه هر سال این موقعی که میشه حالا تو غرب آمریکای شمالی بیشتر دیدیم که آتیش سوزی های تو جنگلا به وجود میاد به خاطر حالا دلایل مختلفی داره که لزوما هم انسان توش چیز داخل نیست یعنی معمولا نیست, نیست. فرن طبیعی ها. و مثلا از کنترل هم خارج میشه پارسال بود این هفته یک حالا روستاتوری توی بریتیش کلمبیا هست به نام لیتن. لیتن. لیتن که کلا سوخت ایه. آره و یه پاپولیشن پاپولیشن یه جمعیت این نیتیوا و فرست نیشن های خود کانادا هم اونجا بودن که حالا آواره شدم و من این سری ویدیو بودم خب خیلی غم انگیز بود طرف گفت من صبح خونه زندگی داشتم الان جا ندارم باید آه. کمک بگیرم و خب خیلی بد بود آره دیگه این هم یه بعدی یکی درصد این روستا سوخته عکسای قبل و بعدش که میبینی انگار یه بمب اتم خورده صاف صاف شده من حالا داشتم تو توییتر میگشتم سال پیشی این موقع ما در مورد سی صحبت کردیم زاگرو صحبت کردیم اگه یادتون باشه زاگرو آره. سری حیوانات داشتم می‌سوختن و اینا یه سری فیلما در اومده بود من دوباره دیدم که امسال دوباره دارم میگن که اتفاق افتاده من نمیدونستم که واقعا جدیده یا دارم به سال گذشته اشاره میکنن ولی اگر که اونم هست اونم واقعا دردناکه و امیدوارم که یه راه حلی براش پیدا بشه خیلی اوزاخیته آره میدونی چی داشتم به شک می‌کردم چی خدا رو شد که لانج نبود امسال یعنی خونه ایمان ما نباید میرفتیم ببین توی تابستونای سال پیش له له میزدیم آره. مرگ میگرفتیم خیلی قوی هم بوده آه. آه. و اگر امسال این اتفاق میافتاد واقعا میمردیم چون که نمیشد اونجا نریم که نه باید می, باید باید می من حالا این هفته که این اخبار آتش سوزی ها رو میشنیدم اینا یاد خاطره افتادم با ایمانم در در میون گذاشتم آره. سال آخر دانشگاه که بودیم توی کرس بیزنسمون باید یه کمپین ران میکردیم حالا میتونست هرچی باشه من و اون گروهی که بودیم تصمیم گرفتیم که یه کمپین درست کنیم برای اینکه پول جمع کنیم برای همین آتیش سوزی هایی که میشه و رفتیم با رد کراس صحبت کردیم خب تو کانادا هم خیلی سخته مثلا پول بخوای کلا بگیری. بگیری اون پول مهمه که چی میخواد بشه برای همون مسائل پولشویی و اینا کاراشو کردیم و اینا خیلی وبسایت زدیم تبلیغ کردیم بعد به بچه هم دادم من بعد خب یهو یه ایمیل اومد که یه نفر دونیت کرد مثلا 50 دلار خیلی بعد به من من میتونستم ببینم من ایمانه خوشحال شدم بابا بعد تارگتمو فکر کنم 1500 دلار بود و من ایمانو که دیدم بودم کردم من خودم هم حالا خودم قبل ایمان دونیت کردم به بعد ما منم یه مبلغی دادم و گفتیم این داره عدد خدا شکر داره میره بالا تو مسیر افتاد همونجا تموم شد یعنی کمپین ما شد دونیشن ایمان و دونیشن من و تموم شد تو نطفه خفه شد 1500 دلار اگه تو هم جمعه میگرسه تو هم اگه تو نده بودی من هم بودم عدد یادم نیست واقعا یا پنجا بود یا بیس پنج پنجا پنج در مجموع جمع شد ولی صد ب... نه ولی تجربه خیلی خوب بود به خاطر اینکه من یاد گرفتم آخه قبل اینکه این کمپین این ران کنه من اینطور بودم هزار تا که چیزی نیست دو سه روز در اومده خیلی, خیلی سخت بود سخت حالا من تجربه برعکسش داشتم من توی اون استریم خیلی که گذاشتم من گفتم دیگه فوقش مثلا بشه 15 میلیون چی شی... به بشی... من اسکل کی میاد دونیت کنه مثلا بخوام کارو بکنم اینا یه yes, 24 ساعتیم 86 میلیون تو جمع میکنیم خیلی باحال بود یعنی همه وقتی می اومدن اصلا یه چیز دیگه است یه ذهنیت دیگه آدم و میان موقع کسری خیلی است و من خیلی اینو اپریشییت میکنم توی اون اه... کسایی که حالا تویچ رو نگاه میکنن و لایو استریمر رو نگاه میکنن وقتی که موضوع خیلی است خیلی بیشتر همه موافقه کمک کردنن و این خیلی قابل احترام دمتون گرم. یه دونه استریم خیلی دیگه هم دارم هفته دیگه 24 ساعت فکر بالای 12 ساعته نمیدونم نمیخوام خو... چون ببین واقعا از از ذهنی آدمو اذیت میکنه 24 ساعت بیدار بودن خیلی اذیت شدم دفعه پیش نمیخوام 24 ساعت باشه اگر که ببینم دیگه خیلی داره خوش میگذره اینا تا جایی که بتونم ادامش میدم ولی حداقلش 12 ساعت هفته دیگه یک شنبه صبح ایران شروع میشه ایوا عالی چک کردم بریم خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودید ما توی تمام فضای مجازی هستم توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب اگر که لطف کنید یوتیوب سابسکرایب بکنید, بکنید، برام کامنت بزنید خیلی ممنون میشیم اگر که میخواید مرتبط مستقیم داشته باشین توی تمام فضای مجازی میتونید با ما مسج بزنید سعی میکنیم که کامنت ها رو بخونیم جواب شما رو بدیم ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدافظ